سره سلی په افغانستان کې د اقتصادي ننګونو او د خوراکي توکو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سره سلی د نړیواله کمیټې مشر د افغانستان له خلکو او چارواکو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته راغلی. د سره سلی د نړیواله کمیټې مشر مارتین شوپ وایي افغانستان ته د دې لپاره تللی چې د دغه هېواد له خلکو او چارواکو سره د روان وضعیت او ننګونو په اړه خبرې وکړي. نوموړي د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ټویټ کې لیکلي چې د وروستیو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. هغه زیاته کړې خلک ستړي سوي او په دې ورځو کې د خوراکي توکو له نشتوالي، ناروغیو او بېوزلۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي. له بل لوري په افغانستان کې د بریتانیا سفارت شاه جعفر وایي چې د افغانستان بشري ناورین د دغه هېواد د مالي بندیزونو له امله نه دی رامنځته سوی. هوګو شارټر وایي هغه ادعا وی چې ګواکې پر افغانستان مالی بندیزونه د دغه هېواد د سترو اقتصادي ننګونو او بشري ناورین اصلي لامل دی حقیقت نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د فقر، بېوزلۍ او د اقتصادي وضعیت د خرابتیا اصلي لامل څه کیدای سي او ولې د نړۍ د میلیونونو ډالرو له مرستو سره سر لا هم ورځ تر بلې افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د مخنیوي لپاره یې څه باید وسي؟ د همدې او څو نورو پوښتنو د ځواب لپاره راسره په سټوډیو کې د اقتصادي چارو شنونکی عبدالنصیر رښتیا، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی عبدالبصیر رنجبر او د اقتصادي چارو شنونکی منیب رسا صاحب د اسکایپ له لارې میلمانه دي. سلامونه او ستړي مسې. زه کامران امیری مو د افغانستان څوارلس او خبرونه کې خپلو درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. رښتیا صاحب، بحث به له تاسو پیل کړو. ولې د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو لور ته روان دی؟ بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما، خدمت میمانان عزیز در بحث و تماما بینندگان عزیز تلویزیونی. ببینین، وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از سال 2014 ما را هشدار داد که حرکت میکنه به طرف عمق بحران. یعنی به این معنا که بعد از سال 2014 که اعلان شد که قوت های خارجی از افغانستان دارن دوباره برمیگردن و کشورشان، و بی‌ثباتی سیاسی باعث ازی شد که در کشور دیگه ما شاید سرمایه گذاری های چشمگیر نباشیم که او بتانه هم در بحث اشتغال زایی ما را کمک بکنه و هم بتانه سبب رشد اقتصادی در کشور شوه. آیسایس اول شرکت های خارجی پای خود از افغانستان کشیدن، بعدش هم سرمایه گذاری داخلی ما سرمایه خود از افغانستان کشیدن و به کشورهای مثل ترکیه و دبی و به کشورهای سوی میانه و کشورهای همسایه اینا سرمایه گذاری کردن. و یک کشور زمان میتونه روی پای خودش استاد شود که در کشور سرمایه گذاری صورت بگیره، و از آنجا که سکتور خصوصی شریک استراتژیک حکومت است و حکومت هم به تنهایی خودش نمیتونه که از پای تمام چالش‌ها و مشکلات اقتصادی خود برایه، بنابراین سکتور خصوصی نیازمندی است که حمایت میشد و داخل کشور سرمایه گذاری میکرد. تا امروز ما به این وضعیت نمیرسیدیم و متاسفانه در مدت 42 سال جنگی که در افغانستان وجود داشت تماما زیربناها و زیرساختهای اقتصادی ما از بین رفت و هیچ گونه سرمایه گذاری بالای زیرساختها و زیربناهای اقتصادی در کشور صورت نگرفت، خصوصا در 40 سال در ببخشید در 20 سال پسین که ما شاید کمک های میلیون دلاری به افغانستان بودیم، اما این کمک ها در حدود 70 الی 80 درصد از مصرف بالای سکتور امنیتی میشد و به خاطر تامین امنیت بیشترین سرمایه گذاری ها در اون زمان در این سکتور صورت گرفت و یک مقدار سرمایه گذاری های هم که در افغانستان صورت گرفته بود بنابر نبود یک پالیسی و یک سیاست های حمایوی حکومت که بتونه سرمایه گذاری در کشور حمایت بکنه، متاسفانه که سکتور خصوصی را دل سرد ساختن تا در کشور سرمایه گذاری بکنن نکنن. اگرچه که جنگ ها خوشبختانه که عامل فرار سرمایه گذاری در افغانستان نشده بود و این جنگ ها تنها تانسته بود که یک مقدار هزینه های سرمایه گذاری در کشور بلند ببره، و علت اصلی فرار سرمایه ها از افغانستان و دلسردی به سرمایه گذاری در کشور، فساد گسترده‌ای که در ادارات حکومتی وجود داشت، این عمل باعث ازی شد که ما شاید فرار سرمایه از کشور باشیم. در پلوی از او شما میفهمین که افغانستان یک کشور زراعتی است و 80 درصد مردم افغانستان مصروف زراعت هستند و 60 درصد مردم افغانستان درآمدشان از
طریق زراعت به دست می آمد. اما بنابر خشکسالی های پیهم که در افغانستان صورت گرفت، خصوصا در 4 سال پسین که ما شاهد بیشترین خشکسالی ها در افغانستان بودیم، به شدت سکتور زراعت ما را متاثر ساخت. و از آنجا که می فهمید که محصولات زراعتی ما و یا زراعت افغانستان بدبختانه که متکی به اقلیم است، زمانی که یا سالی که شما شاید بیشتر برف باران، ریزش برف باران در کشور باشین، دو سال شما بیشتر میتونین محصولات زراعتی را بردارین، اما زمانی که خشکسالی باشه این محصولات شما بعد اقل میرسه. یک بس موضوع. موضوع دوم، نبود یک مارکت منظم به خاطر محصولات زراعتی ما و به می شکل نبود سردخانه ها و به می شکل میکانیزه نشدن زراعت افغانستان و جنگ ها و ناامنی هایی که در سالهای پسین در روستاها و در ولسوالی ها و ولایت های دوردست که جنگ ها شدت گرفته بود، کسایی که در او زمان خود یک تولید کننده بودند، کم تولید میکردند خود و مصارف داخلی یا مصارف خودشان هم مرفوم میساختن، مازداد تولید خود هم میتونستن به بازارها پمپ بکنن و این باعث ازی میشد که ما با قلت و یا کمبود مواد غذایی در مارکت مواجه نشیم. زمانی که جنگ ها شدت گرفت، اینا خود از یک تولید کننده به مصرف کننده تولید شدن و امروز ما شاید همچون مزلات اقتصادی در کشور هستیم. تشکر. رنجبر صاحب، در گرز و تاسو تا د افغانستان اقتصادی وضعیت په اوس وخت کې په کومه کچه کې دی؟ ولی دغه وضعیت د بدلون لپاره تر اوسه پورې داسې کره اقدامات یا ګوټلي ګامونه نه دي پورته شوي؟ تاسو ته رښتیا صاحب، رسا صاحب، ستاسو ډېرو محترمو اورېدونکو او لیدونکو ته، ستاسو همکارانو ته د زړه له کومې احترامات باندې کوم. دا ډېر یو پراخ سوال ده، په داسې لنډ وخت کې ویل ډېر مشکله دي، مګر په ډېر ساده ته به چې ووایو په لنډو کلماتو باندې، دغه خراب وضع د اقتصاد په افغانستان کې دا د نه توجه، د سم نه کار، د سهلنګاري او غفلت زموږ د واکدارانو ده. همیشه دغه 40 کاله پخوا د جمهوریت په وخت کې هم دغه شی جریان درلوده او اوس هم جریان لري، متاسفانه، مګر په مختلفو صورتو سره. دغه وخت کې په سلهاوو میلیارده ډالر افغانستان ته راغله، مګر په غذا کې چې لازم وي مصرف نه شو. او دا مسئولیت موږ د واکدارانو چې خارجان هم دې ته مجبور کړي چې دا پیسې چیرته ولاړ شي، او دوی هم دې ته توجه وکړي. دوی خپل ځان ته د ثروت د ټولولو په غم کې وو. هغه پیسې چې راغلې 80% یې بېرته لاړې د خارجانو جیب ته ووتلې، مملکت 80% نورې دي موږ د واکدارانو او د هغه مافیایي کډیو چې په افغانستان کې حکومت کاوه جیبو ته ولاړې. مملکت کې ډېر سطحي مصرف وشو، ډېر نمایشي مصرف وشو. څو د یو بار مصرف سرکونه جوړ شول او څو تعمیرونه جوړ شول، اقتصاد ته هیڅ نوه توجه ونه شوه. زړسوان دی، موجود نه. اوس متاسفانه هم دې ته سمه توجه نه کیږي. توجه کیږي، مګر شرایط چې باید لازم کوتنه فراهم وو. اول شرایط موږ د اقتصاد تغییر ته سیاسي تغییرات، موږ باید سیاسي لحاظه دا مملکت داسې آماده کړو چې دنیا یې په رسمیت وپیژني. وخت چې په رسمیت یې وپیژنده، موږ کولی شو چې کومکونه جذب کړو، موږ کولی شو سرمایه‌ګذاري ګران جذب کړو، موږ کولی شو د موږ تښتېدلې سرمایې بېرته راولو مملکت ته، او دا مملکت له زیات ول. په هغه وخت کې خورد و برد و فساد و دا مسایل ډېر زیات وو، او اوس په خپله خبر باندې ټینګار ده چې هغه شی چې زه وایم دا به ټول دنیا خلک مني، او کنی منی هم داسې خرابوي، خراب دي، نور در پسې ورانی. دغه ادم دی زړسوان دی په خلکو باندې، او ادم د توجه هغه لویو مصیبتونو چې په مملکت کې ده دغه وغځه راوړې ده. تاسو ته په لنډو صورت ووایم، ټوله دنیا د دې خبرې کوي چې د مملکت کې ډېر لوی بحران روان ده. څوک دې موږ 40% د فقر لاندې ګڼي، څوک دې موږ رنجبر صاحب، پوښتنه هم همدلته ده چې نړۍ هم همدغه یادونه کوي چې په افغانستان کې ډېری د دې هېواد دا خلک له فقر سره مخامخ دي، او بیا هم د بشر په نامه دوی چې کومې مرستې افغانستان ته رالیږي، ولې دا په اړمنو کسانو باندې نه ویشل کیږي؟ علت څه کیدای شي؟ دغه مرستې چې رالیږي افغانستان ته، دا ښه خبره ده. دا خو موږ همیشه ویلي دي چې دوی هغه تجربه د پخوا موږ د کومکونو لرو چې دا به راغله دلته،
چې خلکو ته به چې تلل له هغه نه له ټول غوره په اصطلاح تغدود خلکو ته رسېده. نور په دا تشریفاتي مصرفونو په اداري مصرفونو د فساد لاره د خلکو جیبو ته تلل او اصلي خلکو ته نه رسېد. اوس هم هماغه جریان لري. اوس دا پیسې راځي د هغه سازمانونو یا د انجوګانو لارې نه چې قبلا دا کار کېده، اوس هر بیا کوشش کېږي چې خلکو ته توضیح شي. سم شفافیت نه لري هیڅ هغه، حتی دغه نقد پیسې چې راځي د بندري سازمانونو له خوا افغانستان ته په هر هفته کې 30 میلیونه یا کله کله په یو هفته کې دوه وارې دا بستې راځي، نقد ډالرونه راځي، یا په میاشت کې یو وارې، خو په مختلفو وختو کې مګر 2 میلیارد تروس په راغلي، یو نیم میلیارد، 2 میلیارد پورې د دغه هغه معلوم نه ده چېرته مصرفي، څوک یې مصرفوي. یو هغه په دې کې نشته چې دغونه پیسې راغلي دا دغه ځایو ته په دغسې لاړې او دغسې نتیجه یې ورکړه. دا خو دې معلوم ده چې دا د خور د بغد د فساد ته یو زمینه برابرول دي. اوس دغه نور هم چې راځي، تاسو څه وویلې، خلکو ته چې نه رسېږي، د دوی سیستم د توزیع صحیح نه ده. هماغه بدناوه، هماغه د خلکو د نظره ډېر یو راټل شوی سیستم ده چې اوس هم هماغه جریان لري او دې کې باید تایید نظر وشي. مګر دغه کومکونه هیڅ وخت د موږ دردونه نه دوا کوي، چې موږ خلک له دغه فقره، له دغه بدبختۍ نه، له دغه ټول مصیبت نه نه سي ویستلی، چې دلته موږ په خپلو پښو ونه درېږو، د موږ اقتصاد جوړ نه سي، موږ په دې مملکت کې خپل معدنونه استخراج وکړو، موږ خپلې پروژې په اوله مرحله کې زراعتي ډېرې لویې پروژې او پسې نورې پروژې په دې مملکت کې تطبیق نه کړو، دې ټولو ته سرمایه پکار دی، پیسې پکار دی، چې ټول باید تنظیم کړو. او اول شرط دا ده چې موږ د دنیا سره یو موافقې ته ورسیږو. ډېره مننه رنجبر صاحب. ترنو دونکو ورزو یوې لنډې دمې ته لاغې وروسته به ستاسو بیرته راګرځو. بیا هم خرغلاست رسا صاحب، شما را به بس خوش آمدید میگیم. با وجود کمک های جامعه جهانی به افغانستان، هنوز هم سطح فقر در کشور در مسط بالا قرار دارد. به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی هموطنان چی باید انجام شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه عرض سلام تقدیم میکنم خدمت شما همکاران و شریک در بس، همچنان بینندگان محترم تلویزیونتان. ببینین، وقتی سر مشکلات اقتصادی افغانستان بحث میکنیم، خوب است ما ریشه‌یابی بکنیم که آیا مشکلات اقتصادی در افغانستان در زمان حاکمیت فعلی خلق شده تا برش نسخه و معالجه پیدا بکنیم، آیا دوره جمهوریت خلق شده، در دوره کمونیستا خلق شده، دوره داوود خان خلق شده، دوره امان الله خان خلق شده، یا ریشه به عقب‌تر داره. ببینید شما، مشکلات اقتصادی در افغانستان ریشه فراگیر داره، حتی ارتباط مستقیم به سیاست گذاری های انگلیس داره. زمانی که انگلیس آستاست به استیج و پرستیج بین‌الملل و جایگاه بین‌المللی میخواست ظهور پیدا بکنه، نیاز به زغال هندوستان داشت. یعنی میخواست به خاطر از اینکه ابر قدرت باشه، قدرت اول دنیا باشه، نیاز داشت که به خاطر تامین منابع نظامی خود یا امو وسایل نظامی خود نیاز به زغال داشت. زغال در هندوستان پیدا میشد، اکثرا معدن های زغال در هندوستان بود. به خاطر رسیدن به زغال هندوستان نیاز بود کشورهایی که نزدیک از این است، کشورهایی که من حیث یک دروازه، من حیث یک دهلیز است به خاطر ورودی به هندوستان، و باید استعمار شود. و استعمار هم دیدگاه متفاوت، خود استعمارگرا و خود انگلیس یک دیدگاه متفاوت در قبال استعمار داشت، چون استعمار یک کلمه عربی است، اصل به معنای آبادی و عمران است. یعنی کشورهایی که اونجا به ثباتی سیاسی باشه و اونجا یک نظم سیاسی نباشه، و به خاطر از اینکه تو او مردم از فرهنگ قبیله آزاد بسازی به فرهنگ شهرنشینی یا عادت بتی و یک ذره عمران آبادی بکنی، بعدا منافعش غارت بکنی، این استعمار نامش انگلیس منو داخل توجیه میکرد. و به خاطر رسیدن به سهال در قرن 19 بعد بختانه در نتیجه سیاست گذاری انگلیس، افغانستان مورد اشغال و مورد استعمار قرار میگیره و از این آدرس انگلیس حرکت میکنه به طرف هندوستان تا زغال به دست بیاره. و چون انگلیس دو سیاست تعقیب میکرد در قرن 19، یکی سیاست بیلانس قوا را در اروپا تعقیب میکرد که هیچ کشور اروپایی قدرتمند نشه تا در نتیجه انگلیس برش تهدید نباشه، چون انگلیس در جغرافی سیاسی که میبینیم محاط به آب است، یعنی چهار طرفش آب است، و نزدیکترین کشور برش فرانسه و آلمان بود. از خاطر کوشش میکرد سیاست بالانس قوا را در اروپا حفظ بکنه و این شکل
کوشش میکرد یک نقطه حیات خلوت یا نقطه حائل یا کمربند امنیتی در آسیا خصوصا در کشورهای آسیایی داشته باشه. از خاطر میای افغانستان استعمار میکنه و در نتیجه استعمار انگلیس جنگای کروخ میتاب بعد بختی و مشکلات بالا مردم ما میای بعد از که انگلیس از اینجا عقب نشینی میکنه کوشش میکنه استعمار اقتصادی خود داشته باشه هم قسم حکومت افغانستان تعیین میکنه و افغانستان منیسی یک خس سراب وره منیسی یک نظام اقتصادی از همون زمان تا فعلا یک نظام اقتصادی که تزریق شده با کمک های خارجی می باشه که یعنی علت فقر و بیچارگی مردم افغانستان هم جنگ های یعنی ده های گذشته را شما می دانید؟ بدون شک بعد از اینکه انگلیس سقوط میکنه شوروی میاد به استیج بین المللی و اتحاد جماهیر شوروی قدرت اول دنیا میشه. شوروی هم به خاطر رسیدن به آبهای گرم شبه‌قاره هند افغانستان مورد اشغال قرار میده و در نتیجه اشغال شوروی باز هم مردم ما با مشکلات و بدبختی اقتصادی مواجه میشن، از دیگر طرف جنگ تحمیل میشه بالایشان و یک ای خود شناختی تاریخ ما را کمک میکنه و پاسخ است بر کسایی که انتقاد میکنن میگه افغان ها جنگ جوست، انتقاد میکنن میگه افغان ها مردمی است که اتحاد ندارن، اتفاق ندارن، مردمی است که وحدت هیچ امکان نداره که افغان ها وحدت پیدا کنن. ببینین مشکلات اقتصادی در افغانستان، مشکلات سیاسی در افغانستان همیشه ارتباط به سیاست گذاری قدرت های بزرگ داشته. وقتی شوروی از صحنه بین الملل شکست میخوره، آمریکا چون دشمن خارجی خود توریسم انتخاب میکنه، دشمن فرضی ایجاد میکنه چون توریسم دشمن حقیقی نیست، دروغی است. یگانه راه و یگانه دور یا دروازه ای که میتونه آمریکا را در این جنگ وارد بسازه افغانستان است. میای به افغانستان حمله میکنه، سپس به عراق میره. ببینین از انگلیس شروع قرن 19 تا شوروی تا آمریکا در سال 2001 تا 2021 افغانستان مورد اشغال قرار داد و فعلا نیروهای خود از اینجا کشیده، اینمی 200 سال 300 ساله که افغانستان بدبختی و مشکلات و چالش های استقانساز اقتصادی را تحمل میکنن. نتیجه سیاست گذاری قدرت های بزرگ بوده یک مثلا. و از طرف دیگه اگر ما کمی عقبتر بریم، از زمان انگلیس هم عقبتر بریم، همیشه مشکلات و چالش های اقتصادی در افغانستان بوده. افغانستان همیشه یا پیش از اسلام اگر ببینیم چون اینجا فارس ها حاکم بود، توسط فارس ها چون لشکرکشی میشد غنایم برش میامد، مشکلاتش رفع میشد. اگر خصوصا زمان امان الله خان ببینیم مشکلات اقتصادی مردم بسیار زیاد بود، زمان داود خان ببینیم مردم بسیار با چالش ها و مشکلات اقتصادی گربان بودن و عین شکل کمونستا رو ببینیم مردم با کوپون زندگی میکرد. یعنی ما میخوام یک نقطه اشاره بکنم، من ایسه نقطه بارز که مشکلات و چالش های اقتصادی افغانستان به خاطر ازشون در بحر وصل نیست. زمانی که انگلیس افغانستان از بحر آزاد میکنه، ماهات به خشکه میکنه، اینمی جغرافیا باعث میشه چون در افغانستان در یک تنگنا در خشکه قرار بگیره نتونه مشکلات و چالش های اقتصادی حل بکنه. شما ببینین امروز افغانستان از 100% زمینایش 12% رساسه. به شما برمیگردیم، تشکر. رشتی هستی د جګړو اغیز څومره پر اقتصاد باندې تاسو یعنی د اغیزمنی بولی چې یعنی د تیرې جګړې ځکه یادونه هم کیږي چې یعنی تیرې لسیز کې چې کومې جګړې سوي دي دا هم نیخ په نیخ د افغانستان په اقتصاد باندې منفي اغیز لري. یعنی رښتیا هم همداسې ده د جګړو افغانستان اقتصادي وضعیت دې حالت ته راورسو؟ بدون شک اگر چې راساس خیلی از سیاست های انګلیس در قبال افغانستان و ایره ربط داد به سیاست های انګلیس که انګلیس ها باعث ازی شد که ما به می شکل یک حکومت باشیم که مطلقا اقتصاد ما متکی به کمک های خارجی باشه. بدون شک فقط پیش از سال 1357 افغانستان در تولید گندم، آرد، ببخشید گندم، روغن و شکر به خودکفایی رسیده بود. حتی در سالهایی که بنگلادش با قحطی داشت دست پنجه نرم میکرد، ما به هزاران تن مواد خوراکی و غذایی به بنگلادش کمک کردیم و اگر مراحل اقتصادی افغانستان تقسیم بندی بکنیم بعد 4 مرحله اساسی در 100 سال پسین ما میتونیم که او را تحلیل و ارزیابی بکنیم. بی‌ثباتی اقتصادی که از شروع حاکمیت یا پادشاهی احمد شاه عبدالی بود که از زمان فقط به خاطر تامین مخارج خود حکومت ها همیشه جنگ میکردن و میرفتن به هندوستان و اونمو بودجه خود از جنگ ها به دست می آوردن تا سالهایی که دوباره افغانستان به مرحله ثبات اقتصادی میرسه که از زمان امیر عبدالرحمن خان شروع میشه تا کودتای هفت ثوره ثبات اقتصادی میباشه که اکثرا
فابریکات و اکثرا کارهای بسیار عمده و زیربنایی در افغانستان صورت میگیره، مثلا ایجاد خط ریل و به می شکل ایجاد بانک ها، مکاتب، کارخانجات اسلحه سازی که در زمان 52 نوع اسلحه گرم و سرد می ساختیم در افغانستان، در بحث چینی سازی ما به خود کفایی رسیده بودیم، در تولید آرد و روغن و شکر ما به خود کفایی رسیدیم و در روز زمان ایجاد خط ریل و به می شکل ده ها پروژه های بزرگ دیگه در افغانستان کارش یا فعالیت های شروع شده و آغاز شد و افغانستان حرکت کرده بود. در بعض اقلام به خود بسندگی حتی ما صادرات داشتیم در روز زمان، یعنی تقریبا 80-90% میوه خشک دنیا را افغانستان تمویل میکرد و بعد از کودت های هفت ثور این دوره به نام تخریب اقتصادی بود که متاسفانه تماما زیر ساخت ها و زیربنای افغانستان از بین رفت و دقیقاً به جواب سوال شما گفته شده که مرحله تخریب اقتصادی افغانستان بعد از کودتای هفت ثور آغاز میشه. در این سال ها تا امروز که ما داریم صحبت میکنیم، جنگ ها، نارامی ها باعث ازی شد که دلگرمی و سرمایه گذاری در کشور با گذشت هر روز کاهش پیدا بکنه. شما که 80% مردم تان زراعت پیشه بود، تماما بندهای آبگردان، تماما چشمه ها، کاریس ها و زمین های زراعتی شما توسط بمب و ماین و ایگپا از بین رفت و بعدها دهقان و باغدار و وزارین شما ملول و معیوب شدند و کسانی که در ابتدا هم اشاره کردم خود تولید کننده بودند، کم به خود تولید میکردند و مازاد زور در بازار عرضه میکردند که افغانستان هیچگاهی با کمبود غلجات و حبوبات مواجه نبود. اما به اثر نمی جنگ ها اینا خود بعد از یک تولید کننده به مصرف کننده تولید شد. به این شکل در بخش صنعت افغانستان اگر شما توجه داشته باشین، در روز سالا اگر شما شاید باشین، در هر کوچه و پس کوچه افغانستان یک کارگاه و یک دستگاه خرد بود که مردم اونجا مثلا دمزگری، چرمدوزی، بودوزی، قالین بافی اینا مصروف کار بودن و هر کدامشون ده ها نفر دیگر امرایشون کار میکردن. اما بنابر به وضعیت جنگی و نامنی ها در کشور یک طرف و بس عدم سیاست های اقتصادی حکومت دیگر طرف، بایستزی شد که تولید کننده های ما خود به مصرف کننده تبدیل شوند. مثلا امون مزگری که دیروز ده نفر بر شغل ایجاد کرده بود کار میکرد، بنابر نبود بازار و بنابر نبود حمایت های حکومت تبدیل به یک وارد کننده شد، پول خود گرفت رفت از چین کالا را وارد کرد. مثلا نمو قالین باف ما که تا دیروز 100 نفر امراش کار میکرد، به خاطر نبود بازار دستگاه خود بسته کرد، رفت از ایران قالین وارد کرد و به همین شکل رفت از پاکستان بوت وارد کرد، دستگاه بودوزی خود بسته کرد. اینا هم شوامل بوده که وضعیت را تا اینجا کشاند. خب حال بس اساسی چیست؟ ما در مرحله اول گفتیم که بی‌ثباتی بود که از طریق جنگ ها تامین معیشت میکرد حکومت ها و بودجه خود تامین میکرد. مرحله ثبات اقتصادی را تا مرحله کودتای هفت ثور آمدیم و تمام دستاوردها را داشتیم. تخریب اقتصادی تا از حکومت هفت ثور شروع میشه و تا آمدن مجاهدین در افغانستان و تا آمدن امارات اسلامی دوران اولشان که آمده بودن، این دوره را به نام تخریب اقتصادی یاد میگنم که همه چیز ما از دست دادیم، اقتصاد ما ورشکست شد، همه چیز زیربناها از بین رفت و افغانستان تبدیل به یک ویرانه شد. بعد از اینکه قوای بین المللی داخل افغانستان میشه و مرحله بازسازی شروع میشه که دوره چهارم ما بود، مرحله بازسازی و در این زمان بود که ما دستاوردهای خیلی زیادی را در بحث اقتصادی داشتیم، البته از طرف سکتور خصوصی افغانستان و قسمی که رنجبر صاحب هم در ابتدای اشاره کردن، تمام پولهایی که در این مدت در افغانستان آمد، اگر حکومت افغانستان میتونستی را درست مدیریت بکنه و اگر تعهد در سران حکومت وقت می بود، امروز افغانستان به این وضعیت نمی رسید. تمام این پولها از یک طرف آمد و از طرف دیگه پس دوباره در از افغانستان خارج شد. تمام پیشرفت ها و دستاورد هایی را که در بخش اقتصادی می بینین، اینا همیشه از طرف سکتور خصوصی افغانستان صورت گرفته. مثلا امروز شما بیشتر از 5000 فابریکه در کشور دارین و 350000 نفر در این فابریکات شما مصروف کار است و شما در 61 سکتور به خودکفایی رسیدین که دیگر نیاز نیست که شما از بیرون از کشور و کالا را وارد بکنین. یک مثال زنده بر شما بگم که ما قبلا در حدود 500 میلیون دلار سالانه آهنالات وارد میکردیم از بیرون از کشور و امروز خوشبختانه که شما در سکتور فولاد یا در ذوب آهن در افغانستان به خودکفایی رسیدین و اینمی 500 میلیون دلار شما که خارج به خاطر واردات از می مصرف میشد، امروز در اقتصاد خود شما به گردش از 20000 نفر در این سکتور مصرف کار هستند. بنان اینج نیاز بود که حکومت سیاست های خود می داشت تا از تولید در کشور حمایت صورت می گرفت، تا که در کشور سرمایه گذاری نشه و تا که در کشور تولید جدی گرفتن نشه، نه فقر مشکل حل میشه و نه بیکاری. بازم به شما برمیگردم.
درنلونکو ورزو به همي ولند دمه ته لاغي ورست خپل باسته برتره کړس بیا هم خراغلست رنجبر صاحب د لویدیز او پزنګړې توګه د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل څومره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت منفي اغیز کړی؟ تاسو ته کوم څه په دې باندې ډېر بحثونه زیات شوي دي په ټولو رسنیو کې، ډېر محترم او دوستانو چې په دې ساحه کې معلومات لري په دې خبرې کړي، تحلیلونه کړي. دا تاثیرات لري، خپل ډېر منفي تاثیرات لري، مګر داسې تعین کننده دي، داسې چې هغه ډېر عمیق داسې تاثیرات ولري چې زموږ اقتصاد همدې خراب کړی ده، هغسې نه ده. دا صحیح کار نه ده، موږ ته ډېر موانع ایجاد کړي دي، موږ ډېر ټکنی کړي یاست، ډېر مشکلات اخته کړي یاست، مګر اساسي مسایلو ته نور مسایل دي. موږ دغه پیسې که اوس خوشې شي، دا د مرکزي بانک دارایی ده، دا باید د پولي سیاست د تطبیق لپاره مصرف شي، بل ځای کې د دې مصرف صحیح نه ده. دا موږ نه شو کولای پروژو کې مصرف کړو چې ځان ته زیربنا جوړ کړو، دا مونږ نو څوک وایي دا چې جای کې مصرف کوو څو ته اشتغال ایجاد په خلکو ته. دا د مرکزي بانک پیسې دي، د مرکزي بانک پیسې په ټوله دنیا کې د پرنسپ له لحاظه تنها د مرکزي بانک له خوا نه د هغه د پولي او مالي سیاست د تطبیق لپاره د پیسو ارزښت وساتي، پیسو دوران سم وساتي، په مملکت کې تناسب سم ایجاد کړي، بانکي سیستم سم تنظیم کړي، خپل مالي مشکلات پیدا کړي. دغه له خاطر د موږ هغه بانکي سیستم او دانو سیستم قسم سي په اقتصاد کې ډېر تاثیر لري، په اقتصاد کې ډېر مفیدیت لري، او دغه پیسې چې کنګل دي دغه مخ نیول شوی ده، هغه باید راشي د لاسته چې دی اوسي کوی د موږ دغه نقدینګي چې په فارسي کې ورته وایي یا سیالیت سم تامین سي، کاردش په پیسو ته صحیح سي، هغه بانکونه چې احتیاج لري کومک په پیسو سره کومک وسي، یعنی دغه پولي سیستم کې مصرف سي. مګر داسې دا په ټول اقتصاد کې ډېر عمیق تاثیر، په اقتصاد کې د موږ ډېر عمیق تاثیر هغه لري چې موږ سمې پروژې ولرو، لوی تطبیق یې کړی شو په نورو ځایو کې، دې ته خارجي سرمایه ګذاري جذب کړو د موږ پیسې کفایت نه کوي، او دغه جذب سرمایه ګذاریګانو ته چې یا خارجیان رو خواهي یا د ملک نه د خصوصي سکتور لپاره چې اوس په بیرون کې چلیږي او افغانستان ته بیرته راوګرځي راسه دلته، هلته د موږ د خپل اقتصاد زیربنا ایجاد شي، موږ سمې پروژې هلته ولرو، معدنونه استخراج کړو، دلته بندونه جوړ کړو، دلته هغه لوی کارونه چې د اقتصاد د سمې ودې لپاره ضرور دي هغه مهم دی. هغه ته موږ باید دغه پیسې چې راځي د موږ په سیستم د بانکي کې، سیستم د پولي کې خپل تاثیرات لري، دې چې هغه په اقتصاد کې واقعا مهم ده، واقعا یو شارخ د اقتصاد ده چې باید هغه سم تنظیم شي، مګر تر په دې باندې نه کېږي. موږ پخوا هم همدغه پیسې درلودې، اختیار د مرکزي بانک کې هغوی له دې څخه استفاده کوله، مګر د هغه په سر کې رنجبر صاحب پوښتنه هم همدا ده چې د فقر سره د مخ افغانانو د وضعیت د ښه کېدو لپاره څه باید وسي؟ دغه چې دغه تحریمونه لرې شي، دا پیسې آزادې شي، دا بېخي صحیح خبره، دا باید وسي، مګر فقر سره د مبارزې لپاره، د دې لپاره چې موږ ریښه یې دا کار وکړو، بنیادي وکړو، موږ باید سم اقتصاد مملکت کې جوړ کړو، خپل اقتصاد د خارجي کومکو چې راشي موږ توضیح کړو، یو جوړو اوړه ورکړو، یو قطعي غوړي ورکړو، یا نور ورکړو، په دا موقتي کار ده، هغه ټولو ته نه رسي. موږ په دې مملکت کې باید ټولو ته شغل ایجاد کړو، دوی ته عاید ایجاد کړو چې دوی خپل عاید، خپل درآمد ولري، او خپل درآمد مصرف کړي، داسې نه چې بل چا ته احتیاج وي او بل چا دی کدای وکړي خیرات وغواړي. د دې لپاره موږ باید هغسې پروژې، هغسې اقتصادي پلانونه تطبیق کړو په دې مملکت، هغسې سرمایه ګذاریګانې وکړو چې موږ دغسې سفینه فراهم کړو چې د موږ خلکو ته د دوی خپل عاید ایجاد شي، موږ په خپلو پښو ودرېږو، خارج کومکونو ته، خارجي خیراتونو ته احتیاج پاتې نه شو. د موږ په پخواني نظام کې جمهوریت په وخت کې ټوله مسابقه په دې وه چې موږ څومره خارجي کومک جذبوی شو، هر کال کې کنفرانسونه درېدل، ټول دونران راټولېدل، موږ تو سره خپل دسترخوان هوارو چې موږ دا کار کړی، دا کار کړی، موږ مستحق چې موږ نور سره کومک، د موږ ټول
هغه توجه تمرکز کړی او ډیر خیرات اخیستو، مګر دې ته چې موږ دغه پیسې څنګه د جګو په اقتصاد کې مصرف، څنګه خلکو ته کار ایجاد کړو، څنګه وسخوای چې خپل اقتصاد په خو کې درو، دې ته نه وسو اوس دغه اشتباهات باید ونیسي. موږ هغه ټوله زمینه باید ته ایجاد کړو چې خارجي کومکونه جذب کړو. خارجي کومک خیرات نه ده، هغه د خپله ګټه پکې ده، هغه د خپل ګټې لپاره راځي. هغه راځي د سرمایه ګذاري کوي، سره مې دینه ګټه واخلي، هغه د سرمایه ګذاري کوي چې خپل هغه ضرورتونه پرې باندې رفع کړي، د هغوی ګټه او د موږ ګټه پکې تامیني. دواړه د دواړو خواوو د ګټو په اساس یو مشترک کار ده، مشترک اقتصادي اقدامات دي چې کېږي. دکه هېڅ هغه شرم پرېږدي که نه ساعته دي، ټول مملکتونه چې له خاورو پورته شوي دي، د چین نیولې چې وږی ترین مملکت د دنیا و، میلیونه په سلهاو میلیونه وږی پکې کېږي، هغه ځان په همدغه نخو زمینه ایجاد کړه، دې ته چې نور مملکتونه پکې راوړي پیسې، دلته فابریکې اوسي، پروژې اوسي، نور اوسي، د دوی خلک په کار مصروف شي. په دې کې هم د دوی اقتصاد جوړ کړو، هم دوی ته نوی تخنیک راغی، فهم د اقتصادي پوهه د اقتصادي راغله نه خارج دی، دوی خلک پرې پوه شول، د دوی متخصصین پرې پوه شول. اوس په دنیا کې دی هغه لوی ترین سرمایه ګذار ده، دی په نورو کې سرمایه ګذاري کوي. له هر 15 میلیارد ډالر چې په دنیا کې سرمایه ګذاري کوي، په ټوله دنیا کې 1 میلیارد چینایي ده. دا یو معجزه ده چې نور مملکتونه مغسې هند اوس په منډه کې دي، همدې لپاره ده چې ده زمینه فراهم کړه. دا خو نوی کار ده، پخوا په هند کې وږه ډېر وکړل، ولږه بېخي ډېر ده او بېخي زیات، دغسې اقتصادي وده نه درلوده. موږ باید دغه نه تجربه واخلو، پند واخلو، خپل مملکت کې د خپلو شرایطو مطابق ډېره منه رجبر صاحب. رسان صاحب، از فقر تا که بتانیم می مردم رسان صاحب څه فکر کوئ چې له فقر څخه د وتلو یوازنی علت څه کیدای سي؟ څنګه کولی سو چې مثلا د اقتصادي وضعیت د خوالی په خاطر باندې او دغه افغانان چې مثلا له فقر سره مخامخ دي، د دوی وضعیت د بدلون په خاطر باندې څه کول پکار دي او څه باید وسي؟ خب پیشنهاد ما ای است، چون چالش ها و مشکلات اقتصادی افغانستان در جغرافیای خود افغانستان قابل حل نیست. یعنی چی؟ جغرافیای فعلی افغانستان توانایی سیر کردن اتباع خود نداره. به چی معنا؟ یعنی اگر ما زمان داود خان 43 سال پیش ببینیم، داود خان تصمیم گرفت که مشکلات و چالش اقتصادی افغانستان حل بکنه، افغانستان عملا به کشور مدل اقتصادی تبدیل بکنه، اما نتوانست بیلانس اقتصادی رفت آمد بین شرق و غرب تامین بکنه، در نتیجه خودش هم نابود شد و یک حکومت را به میراث گذاشت که یک حکومت خونین اقتصادی که 43 سال بعد امروز ما با پوست و رگ و استخوان و وجود خود را احساس میکنیم. ببینید، حکومتی که وابسته به کمک های خارجی باشه، تاکید میکنم مشکلات و چالش های اقتصادی با پذیرش کمک های بشری قابل حل و قابل جمع نیست. یعنی پذیرش کمک های بشری به خاطر حل مشکلات و چالش های اقتصادی یک انتحار سیاسی در حوزه اقتصادی است و این ملک یک مملکت یک مردم بیشتر وابسته در می سازد، مشکلات حل نمیکنه بلکه مشکلات جدید خلق میکنه. اینکه کمک های بشری آیا چقدر مشکلات چند صد حل میکنه و چند صد وابسته می سازد، این بحث جداتری است که در این داخل نمیشم. اما چیزی که ما میخوایم تاکید بکنم من حیث راه حل، ما خو همیشه سر از این گپ میزنیم که افغانستان مشکل است، پرابلم اقتصادی داره، خیر راه حل چی است؟ ببینید شما، افغانستان یک پارچه جدا شده است سرزمین های امت اسلامی است. تا زمانی که افغانستان به دیگه سرزمین های اسلامی یعنی به جنوب آسیا و آسیای میانه وصل نشه، هیچگاه مشکلات و چالش های اقتصادی حل نمیشه. ببینید افغانستان مشکلات اقتصادی زمان حل میشه که ما با جنوب آسیا و آسیای میانه وصل شیم و عملا آقای رساب، افغانستان از نظر شما از چی راه های میتونه با این کشورها وصل شود؟ ببینید، یک برنامه فراگیر که امارت اسلامی افغانستان یک برنامه فراگیر سیاسی در برا بندازه، عملا از مردم این سرزمین ها تقاضا بکنه، چون دولتایش و دولتای وابسته است، این مردم تقاضای همی که داره در جنوب آسیا و آسیای میانه یک بیداری شکل گرفته، این مردم از نظام ها خسته است، اینا میخواین یک نظم جدید شکل بدن. امارت اسلامی افغانستان یک نظم جدید شکل بده از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی، این مردم خودش علاقمند است کشورهای خود مدغم بسازن به افغانستان، به محور افغانستان، و افغانستان از لحاظ نظامی و از لحاظ اقتصادی به یک مدل و یک نمونه تبدیل میشه در آسیا. ببینید
در پاکستان د اختیار نامه میشه. از لحاظ نظامی ما قدرتمندترین قدرت میباشیم، از لحاظ اقتصادی آسیای میانه شکم مردم افغانستان و کشورهای ای حوزه را سیر میسازه. مشکلات آقای رسام مشخصا به خاطر رهایی از فقر راه حل وجود داره؟ راه حل چیست؟ ببین یگانه راه حل اساسی صنعتی شدن است، اما با توجه به جغرافیای افغانستان که ما میبینیم، چون از لحاظ زراعتی افغانستان مدر نیست، صنعتی نیست، نمیتونه صنعتی شه. ببینید صنعتی شدن یکی از دلایلی است که کشور به قدرت اقتصادی میرسه و یکی از دلایلی است که کشور مستقل میباشه، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی، و میتونه در بیرون در سیاست خارجی خود مستقلانه تصمیم بگیره. با توجه به شرایط پیش آمده، با توجه به وضعیتی که افغانستان در حالت جغرافیش قرار گرفته که مکمل خشک است و بحر وصل نیست، هیچ امکان نداره که مشکلات اقتصادی افغانستان حل بشه. در صورت مشکلات اقتصادی افغانستان حل میشه که افغانستان عملا با بحر وصل شود. در صورتی که با بحر وصل نشه، ما روز به روز مشکلات جدی بر ما ایجاد میشه و از طرف دیگه ما وابسته تر میشیم. ببینین وابستگی افغانستان از زمان انگلیس شروع تا زمان امان الله خان، تا زمان داوود خان، تا زمان حکومت کمونیست، حکومت جمهوریت که مستقیم به کمک های و تزریق دلارهای خارجی وابسته بود، و حاکمیت فعلی باید از این حالت خود آزاد بسازه. در صورتی که هیچ امکان نداره که نفس بکشه و در سه بین المللی یک دولت تاثیرگذار باشه و مستقل باشه. تشکر. رشته صاحب، لفقر څخه د وتو لپاره کوم لاره وینئ؟ ما فکر میکنم دو را وجود داره، یکی کوتاه مدت و یکی دراز مدت. در کوتاه مدت ما نیازمند ازی هستیم که حکومت افغانستان با دنیا تعامل خود داشته باشه. تا یک بار دیگر ما شاید از سرگیری کمک های دنیا، چی در بحث کمک های بشر دوستانه و چی یا در بحث کمک های انکشافی و توسعه باشیم، چون در کوتاه مدت، چون که اقتصاد ما متکی به کمک های خارجی بود و اقتصاد ما یک اقتصاد مصنعی بود به دلیل از اینکه جنگ ها و نارمی ها بود، با بالای زیربنا ها اینوز کار صورت نگرفته، به خاطر ما یک بگنه وابسته شدیم. در کوتاه مدت حکومت توانه زیره نداره که تمام چالش ها و مشکلات اقتصادی را حل بکنه که 90% مردم، 97% مردم افغانستان زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و 78% مردم افغانستان متاسفانه بیکار هستن، و یعنی به این معنی که نصف از جمعیت افغانستان با گرسنگی دارن دست پنجه نرم میکنن، و در حالی که ما تجزیرات اقتصادی بالای افغانستان وضع شده و تحریمات در بانک ها هنوز وجود داره، محدودیت ها بران، تا زمانی که ما با دنیا تعامل نکنیم، مشکلات سیاسی ما حل نشه، به هیچ عنوان نمیتونیم که در کوتاه مدت از پی تمام چالش ها و مشکلات اقتصادی بریم. بنابراین نیاز است که حکومت آن چیزی که خلاف ارزش های دینی و ملی ما نباشه او را بپذیره، با دنیا تعامل بکنه تا مشکلات سیاسی حل شود و دنیا ما را کمک بکنه. اما در دراز مدت برمیگرده به پلان های استراتژیک اقتصادی حکومت که به چی شکل میتونم یک برنامه را طرح بکنه تا در کشور سرمایه گذاری صورت بگیری، یعنی به این معنی که یک بستر مناسب حکومت مهیا بسازه تا ما شاید سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور باشیم، چون در افغانستان همی فقر و بیکاری از یک مسیر میگذره. یعنی به این معنی که یک نفر زمانی که کار خود از دست داد به شکل اتومات شامل دایره فقر میشه، و فقر زمان کاهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری صورت بگیره و مردم صاحب کار شود تا در زندگی مردم تغییرات ایجاد شود. این باعث از این میشه که هم وابستگی ما از کشورهای بیرونی کم شود و هم فقر و بیکاری محو شود. به ارتباط دوست ما که بر اساس در این مورد گفت که هیچگاه افغانستان نمیتونه روی پای خودش ایستاد شود، تنها ما سه سکتور عمده و اساسی داریم که یک روزن امید به فردای بهتر و رشد اقتصادی ما را نوید میده. او سکتور زراعت افغانستان است، سکتور معدن افغانستان است و سکتور صنعت افغانستان است. سکتور زراعت افغانستان که افغانستان به عنوان یک کشور مالداری و صنعتی در دنیا شناخته میشه، به دلیل نمی جنگ ها و نامنی ها هنوز سرمایه گذاری بالای زی صورت نگرفته که صنعت زراعت عنعنوی افغانستان مبدل به یک زراعت مکانیزه شود تا آن چیزی را که ما در زراعت کشت میکنیم من حیث مواد خام او را ما در معدن خود در صنعت استفاده بکنیم، و 10 تریلیون دلار ذخایر زیرزمینی شما که تخمین زده شده، این خود از یک منبع جذب سرمایه گذاری در کشور است که اگر بالای این سه سکتور کار صورت بگیره، به زودی شما شاید یک افغانستان متکی به خودش و سرپای خودش خواهد باشید. رنندون کو بیا مرزو یو لنډ د میته لا غوړسته بیرته راکړس. بې
بیا هم خراغ لست. رنجبر سی پا جنبنده کیو که پا لند توگره تا ہوئی چی چه کول پا کار دی چی دا افغانستان دا وسنه وضعیت چی افغانان لفقر سر مخامخ دی و دا وضعیت لوتو پا خاطر بندی پا لند وقت که یعنی چه کول پا کار دی ترسو دا وضعیت خسی؟ افغانستان دیر خز زمینه لری دیتر چی دیر شر لری فقر نجات پیدا و پخلو خوب داری. من که دیری لوی شتمانه ای لرو دیم زکلانه چی دنیا که هیچ چوک نلری. من دیر که موقعیت لرو دی اقتصادی سی لدین همیشه دی من پا زد استفاده سویده. دی موقعیت من دیر از خساری وارد کریدی. مگر دی موقعیت نکی دیسی چی دیری خی استفاده وسی. من که همیشه ویلسی ویدیس من خبر دی چلور خواه هیوادونه سره وصله و پده که شد غرب سره شمال جنوب سره او دوی غواری چه مشترک اقتصادی پلانونه ولری او دیر اغا پلانونه ری چه منگتا هم دیر کمک کوله شیده دیر پاره منگا باید اول اغا سیاسی اقلامات بکو چه ده منگا مملکت پر رسمیت و پیشنده چه منگا او سکوایی چه اغا لازم سرمایه را جلب کو او دا سم مملکت که تدبیق کو په اقتصاد کې باید موږ اول خپل سیاست د اقتصادي پیم کو سم سیاست زه همیشه ورته وایم چې موږ د شرایطو سره باید مساعد وي پلانګذاري راولو په دې مملکت کې وزارت د اقتصاد بیرته وزارت د پلانګذاري کو چې سم پلانونه د اقتصادي ترقي هم د هر ساحې پلان او د ساحاتو په منځ کې پلان چې په هر قدم کې هغه پیشبیني سوی او سنجیدل سوی وي بیا پس له هغه نه موږ اول زراعت ته توجه کوچ په زراعت کې د موږ خلک بلد دي په کلونو کار کړی ده موږ له ډېرو مصیبتونو خلاصوی سي دلته سمه سرمایهګذاري وسي نوې پروژې جوړې سي میکانیزي چې د موږ زراعت د آبیاري سیستمونه صحیح سي د موږ خلک په دې بلد زراعت په کار باندې موږ له د ښارونو څه مهاجرت سوی په ښارونو یې ډېر فشار راوستی دا بېرته ځي خپلو ځایو ته دوی چې اطرافو ولاړ سي خپل کور لري خپله کوډلۍ لري حداقل او سرپنا پیدا کوی سي په میدان کې نه پاتې کېږي او غیر له هغه نه یو خپل داخلي فامیلي او اقتصاد لري یو غوا ساتي یو چرک ساتي یو نور ساتي د بدبختي حالت نجات پیدا کوي او موږ ته ډېره ښه زمینه لرو ډېره مځکه لرو چې نه آباد شوي ورپسې سرمایه ګذاري ګانې نه طرف په زراعت کې معادنې کې اوسي هغه ډېر با ارزشه معدنونه چې موږ لرو ټوله دنیا غواړي چې پکې سرمایه ګذاري وشي مسابقه وکړي چې ستاره چالاس ته ورسي د هغه نه باید موږ استفاده وکړو اغه معدن استخراج کړو ورپسې صنعت هغه وکړو صنعت هم استوامې هغه زراعتي محصولات مواد خام دی زراعت دی هغه مدن استخراجی که هغه مواد خام دی منگه سنت دی دی پا بنا والی دی منگه ستون زه پا لس کالو که تاس را تزمین که اومد چه کسم پلانون جوسی و سم اقدام هوسی در اولکت دقاوات را روزی و دیر من نرنگ باسی رسا صاحب چی باید صورت بگیره که در کوتاه مدت از وضعیت فعلی برای ببینین ما میخوایم من حیث جنبنده یک مسئله را اشاره بکنم نهان اسلامی افغانستان از وابستگی سیاسی خود آزاد بسازه یعنی به هر نوع به رسمیت شناسی نبوده یعنی چی؟ امارات اسلامی افغانستان تا جای از اینکه سر از رسمیت سیاسی و اقتصادی جهان غرب فکر کنه تا جای از اینکه فکر کنه که رضایت و قناعت سازمان ملل نهادهای بین المللی به نفع بازوهای استعمار حساب میشه و اصلا یا مستقل نیست و به نفع سیاستگذاری قدرت های بزرگ اخصا ایالات متحده اینا کار میکنه و فکر از این باشه که بالای امت اسلامی صدا بکنه بالای مسلمان ها صدا بکنه و عملا از کشورهای همسایه مسلمان هایی که اینجا زندگی میکنه کشای... مسلمان هایی که از لحاظ اقتصادی بلند بالا هستن از لحاظ اقتصادی توانمند هستن اینا منابع خود را تقسیم بکنه یعنی کمک بکنه این مسلمان ها بدون شک آماده است حتی در بین افواج سرزمین های اسلامی کسایی است که منتظر از این است که از یک طرف الله اکبر برای یعنی منظور ما این است که در بین مسلمان ها ظرفیت های اقتصادی است که میتونه مسلمان های افغانستان ها کمک بکنه با توجه به اینکه امارات اسلامی افغانستان صف خود مشخص کنه برنامه فراگیر سیاسی خود واضح و مدون شده تعریف بکنه برای مسلمان ها عملا شریعت اسلامی را در افغانستان تطبیق بکنه اینجا افغانستان میتونه آستا آستا با مدغم شدن با بعض کشورهای اسلامی دیگه مشکلات چالش های اقتصادی حل بشه و استیپ اولش این است که افغانستان انقلاب زراعتی بکنه چون زراعت فوق العاده مشکل داره و بعد از انقلاب زراعتی میتونه با انقلاب صنعتی و تشکر رساس سرگزار درسی به ملی تبدیل شد و عملا مستقل باشه و هیچ کشور استعمارگر خارجی را اجازه نده تا امورات اقتصادی افغانستان مداخله بکنه تشکر رساس رشتی صاحب په لنډو ټکو کې که ووایئ د دغه وضعیت د وتو لپاره په لنډ وخت کې څه کول پکار دي او څه باید وسي
من فقط در یک جمله کوتاه برشون میگم که تا زمانی که حکومت افغانستان تولید جدی نگیره و سرمایه گذاری جدی نگیره و سکتور خصوصی حمایت نکنه، به هیچ عنوان نمیتونه مشکلات اقتصادی حل شود در کشور و هیچ گاهی افغانستان روی پای خودش استاد نمیشه. ببینید شما امروز بهترین امکانات در اختیار دارین. شما 5000 فابریکه در افغانستان دارین و 350000 نفر در این سکتور مصروف کار هستند. شما بر اینا برق تامین بکنین، شما بر اینا مافیات مالیاتی بتین، شما به اینا زمین بتین، شما برای محصولات از اینا فرو زمین مارکت پیدا بکنین تا سطح تولید گسترش پیدا بکنه. وقتی که سطح تولید و مصرف داخلی تولیدات داخلی برنه، بدون شک زمین کار ایجاد میشه و فقر خود به خود کاهش پیدا میکنه. بنابراین تمام کشورهای دنیا در ابتدا در مراحل اول تولید قرار داشتن و از طریق تولید تونستن که امروز به یک غول اقتصادی در دنیا تبدیل شدن، مثل چین و بعضی کشورهای دیگه. بنابراین نیاز است که ما هم از کشورهای دیگه بیاموزیم. مثلا فرانسه، ژاپن، امریکا سالهای متمادی در اوضاع خود برای کالایی که در داخل تولید میکرده بودن بسته بودن و نمیگذاشتن که کالایی را که در داخل کشور تولید میشه او از بیرون کشور وارد شه. بنان نیاز است که حکومت سیاست های اقتصادی خود طور عیار بسازه که از سرمایه گذاری و تولید به شدت حمایت شود. فقط رای حل و یا حلال تمام چالش و مشکلات اقتصادی سرمایه گذاری در کشور است و هیچ کشور دیگه ترجیح نمیده ایره که به کشور دیگه همکاری بکنه الا اینکه منافع ملی خودشون هم در نظر نداشته باشه. به طور مثال پاکستان شما میبینید کشور اسلامی است، اما در 42 سال متاسفانه که مشکلات ترانزیت، مشکلات مرزی به افغانستان ایجاد کرده و سالانه به میلیون ها دلار به افغانستان ضرر واقع میشه. مثلا در این یک هفته که مرز سپین بولدک بسته کرده، در دو طرف مرز به هزاران کانتینر کالای داخلی ما بند مانده که روزانه و میلیون ها افغانی بر ما خساره وارد میشه. درنو دونکو زموږ د نن شپې بحث هم دلته پای ته ورسید. په بحث کې لخپل ټولو درنو میلمنو څخه رښتیا صاحب څخه رنجبر صاحب څخه ورسا صاحب څخه ډیر مننه. تر بیا ښه وخت.